اگه همیل امتحان بگیریم شاید بسیاری از شاگردا بسیاری از مسائل ابتدایی را که وظیفه ما هست که باید بر از اونها برسانیم. اول یک کافر آمد از ما پرسان میکنه، مرا میگه excuse me if I become Muslim why I say لا اله الا الله، اگه ما مسلمان شم چرا لا اله الا الله بگویم، محمد رسول الله بگویم. آیا اگه از شما یک کافر پرسان بکنه که وقتی که من مسلمان شدم چرا لا اله الا الله محمد رسول الله بگم، ما برش گفتم به خاطر ازی که شما قبل ازی غیر متعهد بودین، کافر تعهد با الله ندارم. من مسلمان وقتی که میگم لا اله الا الله به این معنا هست که نیست هیچ کسی مستحق ای که ذاتش عبادت شوه و قانون و شریعتش تطبیق شوه الا الله، به غیر از الله. به طریقی کی بکنیم عبادت الله را و شریعت الله را به طریقی کی تطبیق بکنیم؟ محمد رسول الله. ما برش گفتم ما مسلمان ها وقتی که میگیم لا اله الا الله محمد رسول الله، ما در مقابل الله تعهد میکنیم، ما تعهد کردیم و تو هم باید تعهد بکنی وقتی که مسلمان میشی. یا الله، بغیر از ذات تو ما هیچ کس دیگه را عبادت نمیکنم. پس وقتی که ما میگیم یا الله بغیر از ذات تو ما هیچ کس را عبادت نمیکنم، اول بین بر شاگردای خود بفهمانیم که بچیم، طفلکم، دخترکم، پسرک عزیزم، عبادت چی است؟ رکوع عبادت است. بغیر از الله سر تبک مخلوق خم نکنی، رکوع عبادت است. ورکعو مع الراکعین، الله میگه امرای کسایی که رکوع میکنن فقط به الله رکوع بکو. پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه عظیم ربکم، شما ربتان خالقتان تعظیم بکنین. تعظیم الله چی میشه که سرت خم میکنی وقتی که میگی لا اله الا الله؟ میگی یا الله بغیر از ذات تو ما هیچ عبادت، بغیر از ذات تو سجده برای کس نمیکنم برای مخلوق. یا الله بغیر از ذات تو رکوع برای مخلوق نمیکنم، فقط رکوع به نام تو میکنم. یا الله نظر، متاسفانه بسیاری کس هست نظر به نام مخلوق میکنن، این نظر بی بی هست، این نظر فلانی هست، این نظر فلانی هست. ما نظر به نام رسول الله صلی الله علیه و سلم نداریم، این نظر آفتاب است، آفتاب پرستا نظر داشتن برای آفتاب، این نظر مهتاب است، نظر داشتن برای بهار، برای فصل ها نظر داشتن، این نظر بهار است، این نظر خزان است، این چیزا است. به این منت یک مسلمان متعهد به الله میگیم که یا الله اگر نظر عبادت است خاص برای تو میکنم. در جایی دیدیم دختر مسلمان ازدواج میکنه، مردهای بیدین میخوان در زیر پای از مرغ ذبح بکنن، دختر مسلمان میگه ذبح نکنی مرغ در زیر پای من. چرا؟ در وقت عروسی خود دعوت میکنه مردم، دختر مسلمان با عقیده، دختری که در مدرسه تجوید خوانده، دختری که در مدرسه قرآن خوانده، دختری که در مکتب معلمش، معلم دری، معلم پشتو، معلم تاریخش، معلم جغرافیش، معلم ساینسش، کل از یه مسلمان هستن و بر از یه عقیده توحید درس دادن، برش گفته معلمش که دختر جان در قرآن گفته فصلی لربک وانحر، فصلی پس نماز بخون خاص برای الله، وانحر و ذبح بکن پرنده را، ذبح بکن حیوانه به نام کی بکو؟ به نام الله بکو. به این خاطر برشان میگه وقتی کسرم اجازه نمیتونم زیر پای من نماز بخونه، چرا فصلی لربک هست، عبادت نماز برای الله هست، من نمیگذارم که زیر پای من کس مرغ ذبح بکنه. چرا؟ گفتن اگر تو اجازه دادی که زیر پای تو مرغ ذبح بکنه، تو به یک طاغوت مبدل شدی، مثل فرعون شدی و او کسی که ذبح به غیر الله میکنه او در شرک در عبادت داخل شد. پس ما فرزندای خدا اول کلمه لا اله الا الله را درس بدیم. خواهرای عزیز، مادرای گران قدر، ما بسیاری وقتا وقتی در خانه میرم برش میگم که این نظریه سکولاریسم است. سکولاریسم چی معنا؟ سکولاریست ها میگه باید بین دین و بین جامعه جدایی شود. حالا اگر معلم جغرافیا میگه مرا به دین چی؟ ای سکولر است. معلم تاریخ اگر میگه مرا به دین چی؟ ای سکولر است. اندیشه سکولری داره. معلم تاریخ معلم قرآن است. ما بسیاری چیزایی را از معلم تاریخ خود، از معلم جغرافی خود، از معلم ادبیات دری و پشتو و انگلیسی، ما بسیاری اساسات اعتقادی را یاد گرفتیم. معلم ساینس ما میامد برای ما، معلم ریاضی میامد برای ما چی میکرد؟ درس دین میداد. امیل یک دختره که من میگه معلم ریاضی ما میاد 10 دقیقه برای ما در باره وجود الله گپ میزنه، 10 دقیقه در مورد شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم گپ میزنه، بعد از او برای ما ریاضی درس میده. معلم ریاضی میگه وقتی که برای ما از وجود الله گپ میزنه، سر ما بیشتر تاثیر میکنه نسبت به اینکه یک مولوی برای ما گپ میزنه، نسبت به اینکه مثلا یک آدم ریش سفید میاد برای ما گپ میزنه. چون این معلم که است با زبان امو اطفال بلد است،
ای بسیار با شخصیت است، با کرامت است، در زبانش الله تاثیر گذاشته است. امی خصم که شاگرد خود ریاضی درس میده، ای برش تعهدات با الله درس میده. معلمین محترم، وقتی که در صنفتان رفتین شاگردتان متعهد تربیه بکنین. بر شما گوین تعهد اولی است که بغیر از عبادت الله هیچ عبادت به هیچ مخلوق نمیکنیم. لیست عبادت ها را برشان بکشین. نماز عبادت است، روزه عبادت است، نظر عبادت است، سجده عبادت است، رکوع عبادت است، ذبح حیوان و پرنده عبادت است. پس این را باید بغیر از الله به کس دیگه نکنیم. برشان تعهد بتین، برشان بگوین که تعهد دومی است که یا الله بغیر از شریعت الله، من مسلمان هستم، کلمه خواندیم، تعهد کردیم با الله که یا الله بغیر از شریعت تو، بغیر از قانون تو، من قانون کس دیگه خود بالای خود تطبیق نمیکنم. از این خاطر وقتی که طفل ایره تربیه شد، باز شاگرد از این کمونیسم قبول نمیکنه. چرا؟ کمونیسم ضد اسلام است، سکولاریسم ضد اسلام است، قوانین دموکراسی ضد اسلام است. ای برش درس میده که فقط شریعت الله را تطبیق بکنم. هر قانونی که ضد شریعت الله باشه، میره در کلمه تعهد کردیم می این قانون دیگر را نمیپذیرم. و وقتی این طفل از مکتب ایگه پاره یاد میگیره و باز برش میگه که من عبادت الله را و تطبیق شریعت الله را به طریقی کی میکنم؟ به طریقی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنم. پس اسوه ما، رهبر ما کی است؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. و ضرب المثل ما کی است؟ خانم فرعون است و بیبی مریم که یک دختر است. شما سعی کنین شخصیت بیبی مریم و شخصیت خانم فرعون که واقعا ما مردها وقتی که میخوانیم امیال، من تسلیم هستم به شخصیت بیبی مریم، تسلیم هستم به شخصیت خانم فرعون، تسلیم هستم به شخصیت مثلا ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله